سرخط خبرها. نرسیدیم هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم. من بعید میدونم ظرف امروز فردا هم ما بتونیم به توافق نهایی برسیم. بنابراین دو روز به موعد ضرب العجل ایران به اروپا، تهران میگوید شرایط ما اعمال نشود گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای را برمی‌داریم. شکست سنگین بوریس جانسون در اولین رأی‌گیری دوران نخست وزیریش. ائتلاف شورشی پیروز شد، بحران سیاسی بریتانیا عمیق‌تر. هشدار سفیران سابق آمریکا در افغانستان، خروج نیروهای نظامی منجر به جنگ داخلی می شود. کابل می گوید از پیامدهای توافقنامه واشنگتن و طالبان نگران است. و نه به هجوم لشکر ظروف پلاستیکی به عزاداری های محرم. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید احتمال رسیدن به توافق با کشورهای اروپایی درباره ادامه برجام در چند روز آینده کم است و ممکن است ایران تعهداتش را کمتر کند. دولت ایران پیشتر به کشورهای اروپایی تا 15 شهریور یعنی پس فردا مهلت داده بود تا خواسته های ایران برای برخورداری از منافع اقتصادی و مالی برجام را انجام دهند. ژیار گل گزارش می‌دهد. این اقدام رو شروع کردیم با جلسه امروز دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. دو ماه فرصت داده بودیم دولتی که با تحریم‌های شدید آمریکا رو بروست، هم با اروپایی‌ها هم با دیگران، و اخیراً بیشتر اروپا از طریق فرانسه بیشتر ما حرف زدیم. نرسیدیم هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم. من بعید میدونم ظرف امروز فردا هم ما بتونیم به توافق نهایی برسیم. این گام سوم رو ظرف امروز فردا ما اعلام میکنیم. به نظر من این گام سوم مهمترین گامی است که ما داریم برمیداریم. علی‌رغم تهدید حسن روحانی، تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن راه حلی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه دارد. دولت ایران پیشتر روز جمعه یعنی پس فردا را به کشورهای اروپایی عضو برجام مهلت داده بود. دولت می‌خواهد اروپا زمینه تحقق خواسته‌های ایران در برخورداری از منافع اقتصادی و مالی برجام فراهم شود. یک ماه و نیم قبل که این مذاکرات شروع شد پیشرفت‌ها خوب بوده، ولی تا زمانی که ما به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم نمیتونیم اعلام بکنیم. ولی با توجه به اینکه با طرف خارجی داریم بحث می‌کنیم، نمی‌خوایم که برداشت ذوق‌زدگی یا اینکه عجله از کار ما بکنه. در چند روز گذشته عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران در رأس هیئتی از نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی ایران مذاکراتی را با فرانسه انجام داد. نمایندگان ایران می‌خواهند اروپا یا نفت ایران را بخرد یا اعتباری 4 ماهه به ارزش 15 میلیارد یورو برای پیشفروش نفت به ایران بدهد. گفتگوهایی که ما با فرانسه داشتیم همش برای این بوده که ما از طرف فرانسوی بشنویم که چگونه میخوان تعهداتشون رو اجرا کنن، و همکاران بانکی و نفتی ما هم به اونها بگن که چه اقداماتی باید انجام بشه. اینکه فرانسه یا اتحادیه اروپا نیاز دارن به اینکه از آمریکا مجوز بگیرن برای اینکه این اقداماتشون رو انجام بدن، البته قابل فهم هست، ولی از نظر ما باعث تأسفه. کشورهای اروپایی هم به رهبری فرانسه تلاش می‌کنند ایران تعهداتش در برجام را کاملا اجرا کند. دولت ایران گفته اگر نظراتش تأمین شود از برداشتن گام سوم برای کاهش تعهداتش خودداری می‌کند و حاضر است برجام را اجرا کند. ژیار گل، بی بی سی. میثم بهروش پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لوند از سوئد با ماست. آقای بهروش، به نظر میرسه مشکل ایران این باشه که هنوز نتونسته این 15 میلیارد دلاری رو که فرانسه میخواست بهش بده دریافت کنه. بله، ببینیم، بحث فقط اون 15 میلیارد دلار نیست. خب الان لااقل دیروز وزیر دارایی فرانسه
برونو لومر توی آمریکا بود که در واقع وزارت خزانه داری و کلا دولت ترامپ رو قانع بکنه که بپذیره، در واقع اجازه بده که این 15 میلیارد دلار به ایران داده بشه، که خب مستلزم به لحاظ بودجه، به لحاظ اون مالی مستلزم رفع معافیت‌های در واقع اجازه دادن اجازه واشنگتن بله که در واقع واشنگتن اجازه بده که اون معافیت‌های نفتی دوباره برقرار بشه، چون الان اونها رو لغو کرده، که در اون صورت این 15 میلیون خط اعتباری به جریان میفته. منتها یه نکته‌ای که این وسط به نظرم خیلی مهمه اینه که آقای روحانی یکی دو روز پیش اعلام کرد که در هر حال مذاکرات دو جانبه با آمریکا نخواهد داشت، و خب این به نظر من اصلا کار هوشمندانه‌ای نبود، چون ترامپ رو که امید داشت به حالا به همچین گشایشی، دیگه دل سرد میکنه از اینکه اجازه بده این 15 میلیارد دلار پیشنهاد فرانسه یا خط اعتباری رقم بخوره. ولی الان به نظر میرسه فقط مسئله اجازه ی آمریکا و ملاقات نیستش. الان در تازه ترین واکنشی که دیپلمات‌های فرانسوی نشون دادن به رویترز، گفتن که باید برای اینکه این مکانیزم تجارت با ایران راه بیفته، برای اینکه پولی به ایران داده بشه، ایران قوانین FATF رو اجرایی کنه، از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، که خب تا الان ایران این کارو نکرده. درسته، ولی اون من فقط این رو یکم تصریح بکنم، اون مربوط به اینستکسه. خب اون در واقع و اون این الزام یا تاکید فرانسه بر تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مربوط به در واقع برقراری اینستکسه، که گفتن یک مؤسسه مناظر در واقع باید در تهران برقرار باشه، و اون و ایجاد همچین مؤسسه یا بنا نهادنش مستلزم تصویب این قوانینه، که بیشتر مربوط میشه به عقب در واقع کمک‌های بشردوستانه، اقلام دارویی، تجاری. این 15 میلیارد دلار خط اعتباری به نظر میرسه جدا باشه، و این رو هم فرانسه پیشنهاد داده که یه ذره مسیر هموار بشه برای مذاکرات و بیشتر از این تنش‌ها تشدید نشه، که به نظر میرسه دولت آمریکا مخالف هست، و روز جمعه احتمالاً ایران گام سوم یا مرحله سوم کاهش تعهدات رو عملی بکنه سر این قضیه. یعنی پیش بینی خودشون میکنن که این به جایی نرسه. بله، ولی اگر که خیلی کوتاه جواب بدید، گام سوم رو ایران دقیقاً نگفته که چیه، ولی چقدر ممکنه که این نگرانی های اروپا رو زیاد کنه؟ مثلا بعضی گفتن که ممکنه سانتریفیوژ های پیشرفته تر رو ایران به کار بندازه. دقیقا ببینید، مشخص نیست به لحاظ تکنیکی چی باشه، ولی چون با تاکید کردن روی تسریع برنامه هسته ای ایران و صحبت از شتاب و اینها کردن، به نظر میرسه که ایران در گام سوم نبره در واقع غنی ساز رو تا 20% که گام که خیلی اقدام جدی محسوب میشه، ولی بیاد سانتریفیوژ های پیشرفته تر مثلا IR6 اینها رو راه بندازه، که هم حجم اورانیوم غنی شده رو افزایش بدن، هم خلوصش رو از اون 4.5% که الان هست یه ذره بالاتر ببره. ممنونم ازتون، میثم بهروش از سوئد. ایران گفته 7 نفر از خدمه کشتی توقیف شده بریتانیایی را آزاد می‌کند. سپاه پاسداران حدود 2 ماه پیش نفتکش بریتانیایی استینا ایمپرو را در تنگه هرمز توقیف و دلیل آن را رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی اعلام کرد. اتاق کشتیرانی بریتانیا از این تصمیم استقبال کرده، ولی خواسته که خود نفتکش و بقیه خدمه هم فوراً آزاد شوند. بر اساس بعضی گزارش‌ها، ابرنفتکش ایرانی آدریان دریای 1 برای انتقال نفت به نفتکش‌های کوچک در نزدیکی سواحل سوریه متوقف شده، اما ناخدای این کشتی از اجرای دستور مقام‌های ایرانی در این مورد خودداری می‌کند. برخی منابع می‌گویند قرار است محموله این نفتکش در اختیار دولت سوریه قرار بگیرد. آدریان دریای 1 که پیشتر گریس 1 نام داشت، 2 ماه پیش به ضمن ارسال نفت به سوریه در آب‌های جبل الطارق توقیف شد، اما بعداً اجازه یافت سواحل این سرزمین را ترک کند. آمریکا خدمه این نفتکش را تحریم کرده.
رئیس دادگستری استان فارس میگوید علت مرگ یک زندانی که گفته شده در اداره آگاهی شهرستان خرمبید در بازداشت بوده بررسی میشود. در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌هایی درباره مرگ فردی به نام جواد خسروانیان منتشر شده بود که در آن خانواده و نزدیکانش میگویند او در اداره آگاهی خرمبید زیر شکنجه برای گرفتن اعتراف کشته شده. آنها در اعتراض به این موضوع تجمع کردند و فیلم‌هایی از این تجمع‌ها هم منتشر شده، از جمله این تصاویر که دارید می‌بینید. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته اتفاقات تاریخی در سیاست بریتانیا کم نبوده، اما دیشب هم یک اتفاق تاریخی دیگر افتاد. بوریس جانسون نخست وزیر در اولین رأی‌گیری در پارلمان درباره یک طرح شکست سنگینی خورد و بسیاری از همحزبی‌هایش یا رسما از حزب جدا شدند و یا مخالف نظر او رأی دادند. رأی‌گیری برای بررسی طرحی بود که هدفش جلوگیری از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا است. دولت بوریس جانسون 21 نماینده حزب محافظه‌کار را که خلاف نظر او رأی داده بودند از فراکسیون پارلمانی حزب حاکم اخراج کرد و خواهان برگزاری یک انتخابات زودرس شد. ولی حزب کارگر، حزب اصلی مخالف، میگوید فعلا با برگزاری انتخابات موافقت نمی‌کند. برنگ تاجدین گزارش می‌دهد. دیگر یک اختلاف سیاسی نیست، جنگی است که تبلش در داخل و بیرون پارلمان بریتانیا به صدا درآمده. جنگی بین دولتی که می‌خواهد به هر قیمتی، حتی تعلیق مجلس، بریتانیا را 31 اکتبر از اتحادیه اروپا خارج کند و مخالفانی که آن را حمله به دموکراسی می‌بینند. داخل مجلس ائتلاف شورشی احزاب مخالف و محافظه‌کاران منتقد اولین گام را محکم برداشت تا بوریس جانسون در نخستین رأی‌گیری دوران نخست وزیریش شکست بخورد. آرای موافق 328، آرای مخالف 301. این رأی‌گیری تنها برای آغاز بررسی طرحی بود که به موجب آن در صورت نرسیدن به یک توافقنامه جدید، دولت به جای خروج بی توافق باید از اتحادیه اروپا بخواهد برگزیت 3 ماه دیگر به تعویق بیفتد، کاری که آقای جانسون گفته هیچ وقت انجام نمی‌دهد. من انتخابات نمی‌خوام، مردم انتخابات نمی‌خوان، این آقا هم فکر کنم نمی‌خواد، ولی اگه چهارشنبه این طرح تصویب بشه مردم باید انتخاب کنن که کی 17 اکتبر باید بره بروکسل تا این قضیه را حل کنه. ولی برای برگزاری انتخابات زودرس او به رأی احزاب مخالف نیاز دارد. آقای رئیس، ایشون میخواد برای انتخابات زودرس رأی گیری بشه، باشه، ولی اول این طرح رو تصویب کن. چند ساعت قبل از رأی گیری یک نماینده حزب حاکم محافظه‌کار جلوی چشم‌های بهت‌زده آقای نخست وزیر به حزب لیبرال دموکرات پیوسته بود. پس از رأی گیری دولت طبق قولی که از قبل داده بود 21 نماینده محافظه‌کاری را که علیه دولت رأی داده بودند از فراکسیون پارلمانی حزب اخراج کرد. کسانی که خیلی هایشان تا همین چند هفته پیش وزیر بودند و چند دهه عضو حزب. من در 37 سال نمایندگی مجلس از طرف حزب محافظه‌کار 3 بار علیه دولت رأی دادم و حالا اخراجم کردم. من معتقدم صادقانه رفتار نمی‌کنند. بگی دنبال توافقی یه چیزه، بگی دنبال یه توافق واقع بینانه‌ای یه چیز دیگه. چیزی که دنبالشن شدنی نیست. یکی دیگر از این شورشیان اخراجی روری استیوارت بود که همان شب برنده جایزه سیاستمدار سال مجله جی کیو شده بود. با SMS اخراجم کردن. لحظه شگفت انگیزی بود. ببینید، من چند هفته پیش با بوریس جانسون برای رهبری حزب محافظه‌کار رقابت می‌کردم و عضو کابینه بودم. مثل اتفاقیه که تو بعضی کشورهای دیگه میفته. یه نفر با رهبر حزب مخالفت میکنه، از کابینه بیرونش میکنن، از حزب بیرونش میکنن و کرسی مجلسش رو هم میخوان ازش بگیرن. نبرد دولت و ائتلاف شورشی تازه شروع شده. گره این بحران دارد ساعت به ساعت کورتر می شود. همکارم بهرنگ تاجدین که خبرهای مربوط به سیاست بریتانیا رو دنبال می کنه با ماست. بهرنگ، با شکستی که بوریس جانسون دیشب در پارلمان خورد، حالا جنجال ها امروز هم در پارلمان ادامه داره. آره، به خاطر اینکه اون دور اول از مرحله اول بود، این داستان چند روز ادامه پیدا می کنه. از ساعتی دیگه قراره این طرحی که دیشب کل این رأی‌گیری سر این بود که طرح رو بخوان بررسی کنن، تازه بحث سرش شروع میشه
و احتمالاً تا امشب در مجلس عوام به رأی گذاشته میشه و احتمال داره که تصویب هم بشه. ولی آقای جانسون امروز برای اولین بار به عنوان نخست وزیر برای جلسه هفتگی پرسش و پاسخ با نماینده های مجلس به مجلس عوام رفت و یک گفتگوی خیلی داغ و تندی رو با جرمی کوربین رهبر حزب مخالف داشت. آقای جانسون پیشنهاد داده بود که بیایم به جای بررسی این طرح انتخابات زودرس برگزار کنیم. آقای کوربین گفته بود نه، اول طرح رو بذار تصویب کنن. آقای جانسون امروز آقای کوربین رو به بزدلی متهم کرد و دوباره تکرار کرد که این طرحی رو که نماینده ها پیشنهاد کردن بهش گفت طرح تسلیم و صحبتش این بود که دارن تسلیم میشن در برابر اتحادیه اروپا. در مقابل آقای کوربین دوباره در مورد این پرسید که خب حالا شما طرحتون برای رسیدن به یه توافق دیگه چیه، که آقای جانسون جواب مشخصی نداد. در نتیجه این حالا این جر و بحث‌ها و بگو مگوهای سیاسیه که بریتانیایی‌ها حداقل بهش عادت دارن توی این جلسه هفتگی. ولی نکته جالب‌تر اینه که این 21 نماینده‌ای که خب بعضیشون از بزرگان حزب محافظه‌کارن، اینا رو که از فراکسیون حزب اخراج کرده، شما معمولاً وقتی از حزب میذارنتون کنار میرید به جای پشت سر نخست وزیر نشستن تون صندلی های طرف مقابل کنار احزاب مخالف میشینین دیگه. اینا همچنان رفته بودن با بقیه نماینده های حزب محافظه‌کار نشسته بودن تو این جلسه. و داستان اینه که اصلا و ابدا به نظر نمیاد که راه خروج مشخصی وجود داشته باشه، مخصوصا اینکه ظاهرا حزب کارگر الان میگه که حتی اگر تصویب قانون تصویب هم بشه بازم با انتخابات زودرس موافقت نمیکنه و میخواد انتخابات بعد از این برگزار بشه که آقای جانسون از اتحادیه اروپا خواسته که برگزیت دوباره به تعویق بیفته. داستانیه که هستیم خدمتون دیگه برای تعریف کردن ادامهش در ماه‌های آینده. اگر که به انتخابات بکشه، کار به انتخابات بکشه چی میشه به نظر؟ خیلی سخت. پیش‌بینیش از الان خیلی سخته، به خاطر اینکه درسته که تو نظرسنجی‌هایی که توی مثلا تا همین چند روز پیش انجام شده بود حزب محافظه‌کار حدود 10% از حزب اصلی مخالف حزب کارگر جلوه، ولی نظرسنجی‌ها همیشه ضریب خطا دارن و مخصوصا وقتی به انتخابات میرسه بالا پایین میشن. همین الان بر اساس همین‌ها اونایی که این کارا رو بلدن رفتن حساب کردن، دیدن احتمال اینکه حزب محافظه‌کار حتی با این 10% جلو بودن هم بتونه نصف به علاوه یک کرسی مجلس رو به دست بیاره 50%. یعنی به احتمال 50% اکثریت مجلس رو در اختیار نداره، یا حالا بزرگترین حزب یا حتی حزب کارگر بزرگترین حزب مجلس میشه. در نتیجه هیچ تضمینی نیست که اگر در شرایط فعلی انتخابات زودرس برگزار بشه ما به یه مجلسی برسیم که یه حزبی توش انقدر اکثریتش قویه که میتونه برنامه خودش رو اجرا کنه. ممکنه دوباره برگردیم به همین حالت، به همین مجلسی که توش همه اقلیتن. ممنونم ازت همکارم بهرنگ تاجدین با ما. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. حسن روحانی میگوید بعید است مذاکرات ایران با اروپا به نتیجه برسد و تهران احتمالاً گام سوم کاهش تعهدات اتمی‌اش را آغاز می‌کند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که دیشب در اولین رأی‌گیری دوران نخست وزیریش در پارلمان بریتانیا شکست سنگینی خورد، خواستار برگزاری انتخابات زودرس شد. دولت افغانستان گفته نسبت به توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان نگران است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان درباره پیامدها و خطرات ناشی از این توافقنامه هشدار داده. در همین حال 9 نفر از سفیران و فرستادگان پیشین آمریکا به افغانستان در یک نامه مشترک هشدار دادند که خروج به گفته آنها شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور را به جنگ داخلی تمام عیار می‌کشاند. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ماست. علی، به نظر میرسه که با این حساب دولت افغانستان راضی نیست از این توافقی که آمریکا با طالبان باهاش به هم رسیدن. اینطور به نظر میرسه. به همین خاطر صدیق صدیقی گفته که دولت افغانستان خواهان وضاحت دولت آمریکا در رابطه با این توافقنامه صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان است.
آقای صدیق صدیقی اشاره‌ای نکرد که چه خطرات و چه پیامدهایی، اما گفته که در رابطه با همین پیامدها و خطرات دولت افغانستان نگران است و باید با وضاحتی که دولت آمریکا در رابطه با این سند میته بتونه تحلیل کنه این توافقنامه را و بتونه از خطرات و پیامدهای بعد از این توافقنامه جلوگیری کنه. ما میدانیم که حدود یک ماه پیش بعد از آن که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در رابطه با صلح افغانستان خامه و پیشنویس این توافقنامه را در اختیار دولت قرار داد، گفته شده که آقای غنی 24 مورد ملاحظه و نگرانی داشته و اینا را مطرح کرده با آقای خلیلزاد. گویا در توافقنامه نسبتا نهایی که قرار است حالا گفته شده که امضاش بعد از آن که دونالد ترامپ دید، 2-3 مورد دست کم 4 موردش باقی مانده که همچنان مورد نگرانی دولت افغانستان و از جمله ذکر نام گروه طالبان به عنوان امارت اسلامی در این توافق نامه که دولت افغانستان میگه که این قابل قبول نیست و مخالف قانون اساسی افغانستان است، چرا که در این صورت امارت به عنوان یک دولت شناخته میشه از طرف آمریکا، گرچه آمریکا گفته که ما همچنان طالبان رو به عنوان گروه میشناسیم. درباره هشدار سفیران هم بگو، درباره این که نگرانن که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج بشن. 9 فرستاده و سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا، از جمله در بین ها 5 سفیر پیشین آمریکا و در افغانستان، نگرانیشان را مطرح کردن و اصل حرفی را که میگن ایست که خروج نیروهای خارجی و آمریکایی از افغانستان باید پس از صلح واقعی صورت بگیره و مطرح کردن که این خروج نیروهای خارجی نباید به گونه ای باشه که طالبان فکر کنن که بعد از این خروج میتوانن از طریق نظامی و جنگ به پیروزی دست پیدا کنن. به همین باید خروج نیروهای آمریکایی مسئولانه باشه و بعد از آن که صلح فراگیر و واقعی در افغانستان دیده شد بعد از آن صورت بگیرن. ممنونم از علی حسینی از کابل با ما. همچنان در افغانستان برای اولین بار از مسیر بندر چابهار ایران به هند میوه صادر کرده و گفته که صادرات از این مسیر را افزایش خواهد داد. اولین محموله میوه افغانستان که 20 تن انگور بود، دیروز از راه نیمروز به بندر چابهار ایران منتقل و از آنجا به مومبای یا بمبئی در هند فرستاده شده. وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته میزان صادرات از این مسیر در 3 هفته آینده افزایش خواهد یافت و به زودی صادرات انار و سیب این کشور به هند هم از بندر چابهار آغاز خواهد شد. و باز هم در افغانستان شاهراه کابل شمال و کابل شمال شرق در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان برای 4 روز مسدود مانده. ساکنان محل میگویند هزاران مسافر با کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی مواجه هستند. رئیس شورای ولایتی بغلان گفته عملیات نظامی تا کنون نتوانسته طالبان را از دروازه های شهر دور کند و مردم برای دفاع از شهر مسلح شدند. نیروهای طالبان در 1 هفته گذشته حملات خود را به شاهراهای شمال افغانستان هم افزایش دادند. با فرارسیدن ماه محرم، سنت دادن غذاهای نذری هم فراگیرتر می شود. سالهاست که در ایران هم مثل دیگر نقاط جهان استفاده از ظرفهای پلاستیکی یک بار مصرف گسترش یافته و قیمت آنها در ماه محرم ناگهان گران می شود. این در حالی است که فعالان سلامت عمومی و محیط زیست هشدار می دهند که استفاده از این ظرفها ضرر دارد. سیاوش اردلان درباره پویش محرم بدون پلاستیک گزارش می دهد. عزاداران امام حسین فقط می خواهند رسوم خود را به جا بیاورند که اطعام فقرا و دادن غذای نذری یکی از پایه‌های اصلی آن است. اما اگر آسیب رساندن به طبیعت خدا و ضرر زدن به سلامت بنده خدا را گناه بدانیم، این نذری دادن‌ها بدون مشکل نیست. ظروف پلاستیکی یک بار مصرف ضرر دارند، هم برای طبیعت و هم اگر در آن غذای گرم خورده شود برای سلامت. مشکل استفاده از ظروف پلاستیکی یک بار مصرف در ماه محرم دو چندان می‌شود. به رغم توصیه های مقامات وزارت بهداشت و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف های پلیمری یا پلاستیکی که ظروف شفافی هستند در واقع معایب زیادی دارن. در دمای بالای 40 درجه اون در واقع ظروف از موادی ساخته شده، پلیمری ساخته شده که شکسته میشه به مواد جزئی که این مواد داخل اون غذا یا داخل اون ماده آشامیدنی در واقع نفوذ میکنه و خودش منجر به بیماری میشه، مخصوصا بحث سرطان که به هر حال اثبات شده است. ما حتما توصیه میکنیم به متولیان، به کسانی که به هر حال با
به خاطر اون عشق و ارادتی که به در واقع مولا امام حسین دارن، حتما اگر حتی میزان اون نظیر رو کمتر کردن حتما از ظروف در واقع مناسب استفاده کنن، چون هدف سلامت گیرنده هست. آلودگی هیولای پلاستیک یک بار مصرف در همه نقاط جهان خود را نشان می‌دهد، ولی وقتی پای این هیولا به مراسم دینی باز می‌شود، می‌تواند شأن مراسم را تا این حد تنزل دهد. غذای نظری در پلاستیک یک بار مصرف طی 15 دقیقه خورده می‌شود، ولی تا 500 سال و 500 محرم دیگر در طبیعت می‌ماند و عزاداران را تا چندین نسل دیگر گرفتار می‌کند. با این حال انتظار داشتن فقط از مردم برای پرهیز از ظروف پلاستیکی و فوم یک بار مصرف واقع بینانه و منصفانه نیست، زیرا ظروف پلاستیکی یک بار مصرف ارزان تر هستند. ظروف آلومینیوم قیمتش بالاتره، خیلی بیشتر این هست قیمتش. آخه ما برای هیئت مثلا 100 نفری میخواییم قضا بدیم، اینا بهتره یا باصرفه تره؟ اما همین ارزانی در ذات خود گران است، زیرا در ماه محرم تولید کنندگان و فروشندگان قیمت همان ظروف پلاستیکی مضر را ناگهان بالا میبرند. این ظرف غذا بوده 130 تومن، الان 180 تومن خرید ما شد. چند میفروشین؟ الان دونه 200 تومن. اینسی که میخوایم بفروشیم بعد حتما زنگ بزنیم کارخونه بگیم آقا امروز قیمتش چنده، انگار مثل طلا شده. تو مثلا به کاسب میگی، میگه مواد گران شده، به کارخونه دار میگی، میگه پتروشیمیا مشکل داره، به پتروشیمیا میگه از وزارت نفت میاد، همون به مشکل خورد. فروشنده تقصیر را به گردن تولید کننده میاندازد، تولید کننده به گردن صنایع پتروشیمی و صنایع پتروشیمی هم پاسخ سر بالا میدهد. پس آنچه در محرم رخ می‌دهد آن است که سوداگران یک شبه پول‌های کلان به جیب می‌زنند به بهای آلوده کردن طبیعت و بازی با سلامت مردم. مردم هم به خیال اینکه پول کمتری می‌دهند در واقع پول بیشتری می‌دهند، و آنچه می‌ماند خاطره یک محرم دیگر است که لشکر پلاستیک یک بار مصرف به صفوف عزاداران حسینی هجوم برده. سیاوش اردلان، بی بی سی. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.